که به هر حال تاب‌آوری ها برای حفظ اقتصاد تاب‌آوری های محدودی است، حتی در اقتصادهای مدعی، اقتصادهایی که وضع بسیار مناسبی دارن، با نشاط دارن، شما این فرایندهای بازگشایی رو دارید مشاهده میکنید. من فکر میکنم که ما هوشمندانه در این زمینه عمل کردیم و اگر بتونیم بالای 90% در کل کشور رفتارهای سلامت محور داشته باشیم، هم حفظ جان کردیم و هم حفظ کار و حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از فرو افتادن برخی از افراد در طبقات پایین و تله فقر است. ما این هفته در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا، همونجور که اطلاع رسانی شد، 132 شهر به عنوان شهرهای کم خطر یا اصطلاحا سفید مشخص کردیم. این ثابت نیست، قطعا تغییر خواهد کرد. دولت دائما بر اساس رصد و ارزیابی طبقه‌بندی رو بروز میکنه. در این شهرها مساجد و نماز جمعه و جماعات با حفظ پروتکل ها بازگشایی شدن. صرفا اصناف پر ریسک تعطیل هستن و باقی اصناف در این شهرها میتونن فعالیت خودشون ادامه بدن. حتی اصناف پر ریسکی مثلا مثل مجموعه های ورزشی بزرگ فعلا تعطیل هستن، ولی مجموعه های ورزشی که جمعیت کم در اون میره و انفرادی هست رو میتونن با پروتکل ها بازگشایی بکنن.